اعتصاب خلبانان ایر فرانس در حالی وارد نهمین روز می شود که هنوز هیچ گونه توافق و تفاهمی بین مقامات و نمایندگان اتحادیه‌های کارمندان این شرکت هواپیمایی به دست نیامده. این اتصاب در واکنش به برنامه راهبردی ایر فرانس برای توسعه شرکت ترانساویا شاخه ارزان قیمت ایر فرانس آغاز شده. مدیر اجرایی ایر فرانس گفته این اتصاب تا این لحظه حدود 160 میلیون یورو به این شرکت زیان رسانده. الکساندر دویونیاک میگوید وضعیت مالی ایر فرانس در حال بهبود بود اما در تنها چند روز تمامی زحمات آنها از بین رفت که حقیقتا باعث تاسف و تاثر است. مدیر اجرایی ایر فرانس همچنین اعلام کرده که به زودی پیشنهادی جدید برای برون رفت از بحران ارائه خواهد کرد. در پی اعتصاب روز دوشنبه 58 درصد از پروازهای ایر فرانس لغو شدند. پیش بینی می شود که ترافیک هوایی روز سهشنبه نیز در همین حدود با اختلالاتی همراه باشد.